فرودگاه های ایالات متحده در این روزها شاهد سفر میلیون ها مسافر به شهرها و ایالات مختلف آمریکا برای روز شکرگزاری هستند. از آغاز شیوع کرونا در ماه مارس به این طرف این تعداد مسافر پروازی کم سابقه محسوب می شود. مسعود ملک گزارش می دهد. بنا به آمار اداره امنیت حمل و نقل آمریکا بیش از سه میلیون نفر در آخر هفته که گذشت با هواپیما به شهرهای مختلف ایالات متحده سفر کردند تا روز گذاری آخرین پنجشنبه ماه نوامبر را در کنار خانواده جشن بگیرند این در حالی است که روند فزاینده مرگومیر و میر ابتلا به کووید 19 در سراسر سر آمریکا همچنان ادامه دارد و اداره پیشگیری و کنترل بیماری ها هفته گذشته شهروندان ایالات متحده را به منظور جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا به خودداری از سفر در ایام تعطیلات روز شکرگزاری فراخوانده بود شرکت های هواپیمایی از جمله شرکت هایی هستند که سنگین ترین خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را متحمل شدند هرچند مدیران بعضی از شرکت های هواپیمایی ابراز امیدواری کردند افزایش سفرهای هوایی در ایام تعطیلات کریسمس و سال نو به کسب و کارشان رونق بیشتری ببخشد به گفته این شرکت ها امسال سفرهای هوایی داخلی در آمریکا 62 درصد و سفرهای بین‌المللی 70 درصد از سال گذشته کمتر بوده است